من وقتی که 17 سالم بود به اجبار مادرم ازدواج کردم که از شوهر اولم هیچ شناختی نداشتم. به مدت 5 سال با شوهر اولم زندگی کردم که ثمره ازدواج اولم یه پسر کوچیک هستش که الان 11 سالشه، ولی به دلیل مشکلاتی که داشتیم ایشون ازدواج مجدد انجام دادن، من دیگه نتونستم با ایشون زندگی کنم و تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم و مجددا به اجبار برادرم و پدر و مادرم، اینکه نمیخواستن بچه پیش من باشه و به خاطر شرایط مالی من نتونستم بچه‌مو بگیرم و بچه‌مو به شوهرم دادم. خیلی روحیم خراب شده بود چون بچه‌مو نداشتم، زندگیم شکست خورده بود، سن خیلی کمی داشتم، 23 سالم بود که جدا شدم و مجدداً با اصرار خانوادم ازدواج دومم شروع شد، یعنی من ازدواج دومم آغاز شد و این ایشونم اصلا نمیشناختم. واقعا فکر میکردم که خیلی خوشبخت شدم، یعنی از اون محیط خانواده، از اون ترس، از اینکه انقدر برادرها گیر میدادن، پدر گیر میداد، مادر گیر میداد، اینجا نرو، اینجا بیا، اینطوری راه برو، اونطوری راه برو، هیچ دوستی نمیتونستم واسه خودم پیدا کنم. اوایل همه چیز اوکی بود. شوهر سابقم تصمیم گرفت که به ترکیه سفر کنه، از من خواست که منم باهاش برم، ولی من به خاطر بچه اولم که توی ایران بود نخواستم که از ایران جدا بشم، مجبور شدیم که جدا بشیم. جدا شدیم ولی من به خاطر اینکه واقعا ایشونو دوست داشتم و فکر میکردم که پیش این شوهرم واقعا احساس امنیت دارم و احساس آرامش، ازش درخواست کردم که منو به خودش ببره، چون میدونستم، اون میدونست که دیگه راه برگشتی ندارم، چون واقعا دیگه پناه آورده بودم به شوهرم. متاسفانه اخلاق بدش رو نشون داد، خیلی کتکم میزد، خیلی اذیتم میکرد، خیلی فحشای بدی به هم میداد، حتی یک بار زیر ابروی من رو زد شکوند که من به بیمارستان رفتم و 5 تا بخیه خوردم. دستم رو طوری از پشت گرفته بود که حالت اینکه میخواست دست من رو بشکنه، که دست من از اون روز متاسفانه به مشکل برخورده، بعضی وقتا میگیره، نون به هم نمیداد بخورم، واقعا خیلی عذابم میداد. خب از ایشون هم من باردار شده بودم، مجبور بودم دیگه باهاش بمونم چون نمیتونستم تو ایران برگردم، چون ما جدا شده بودیم و بعد از طلاق این بچه به دنیا اومده بود و بارها من از خونه بیرون میکرد، توی شب، توی روز، زمستون، تابستون من از خونه بیرون میکرد، دائم کتکم میزد، حتی یک بار گلوی من گرفته بود که میخواست خفه کنه، که صورت من رنگ سیاه گرفته بود، که ریه منم متاسفانه به مشکل برخورده الان و دیگه تصمیم گرفتم با ایشون نباشم و ایشون برای بار اول و آخر دیگه من از خونه بیرون کرد و من دیگه هیچ وقت به اون خونه بر نگشتم. با تمام مشکلاتی که داشتم و روحیم خیلی خراب بود، با خانومی آشنا بودم به نام خواهر بهناز که واقعا خانوم خوبی بود. ایشون با هم دعا کردیم، ایشون منو آشنا کرد با مسیح، به من گفتش که مسیح میتونه، فقط توی این موقعیت مسیح میتونه که کمکت کنه، و ازشون خواستم که بیشتر راجع به مسیحیت برای من بگه و ایشون گفت و گفت و واقعا دعاهاشون، هم خودم دعا میکردم هم ایشون، واقعا ثمرآور بود. و یک شب من قلبمو سپردم به عیسی مسیح و ایمان آوردم و از اون روزی که ایمان آوردم تمام کینه ها، نفرت ها برداشته شد. برادرم رو بخشیدم که این همه به هم اذیت کرد، مادرم رو بخشیدم که وادار کرد من دوبار ازدواج که اصلا دوست نداشتم و انجام بدم، بخشیدمش.
شوهر سابقم رو بخشیدم که من از بچه اولم جدا کرد. از ایران جدا شدم. شوهر دومم همینطور. همشون رو بخشیدم و خیلی خوشحالم.